شد از اوبم مادر من گفتم مرا گی نمیشد تو برا گفتم برم پاریست ماهم موندن بر من آمد بر من روشن شد از اوبم مادر من گفتم مرا گی نمیشد تو برا گفتم برم پاریست ماهم در مکتب استاد درس هایی از پرورشکده سیر انشایی تحول جوهری خیش را بشناس نز راه قیاس خودشناسی و خداشناسی با دکتر سید مصطفی آزمایش با سلام و درود به یاران عزیزم با آرزوی توفیق و سلامتی شما و یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی در دو گفتار پیشین با اشاره به درگذشت و رحلت بزرگمرد عالم اسلام مرحوم حضرت آیت الله العظمى حسین علی منتظری در رابطه با اصل و عنصر جوانمردی صحبت کردیم در قرآن مجید به این مسئله پرداختیم که پیغمبر اکرم که تشریف آوردن ایشون شروع به تدریس به مردم زمان خودشون کردن اون مردم کسانی بودن که غالباً بردگان بودند، غلامان بودند، رعیت ها بودند که کارشون خدمتگزاری و خدمتدهی به مترفین بود، به زراندوزان بود، به کسانی بود که پول در اختیار داشتند و چون پول در اختیارشون بود، زور هم در انحصارشون و به این ترتیب دیگران رو به بیگاری و استثمار میکشیدند. اونها برای اینکه بتونن زنده بمونند نیاز به تأمین مخارجشون داشتن. اینها به جای اینکه بهشون حقوق بدن بهشون پول قرض میدادن. یعنی اون شخص کار میکرد اما به جای اینکه حقوق دریافت کنه مترفین پول قرض میدادن بهش که با بهره اون پول رو پس بده، یعنی پول رو به صورت ربوی قرض میدادن، ربا میدادن. بعد سر موعد که میشد اون شخص نه اصل پول رو میتونست بده و نه بهرهش رو میتونست بده، در نتیجه ناچار بود در ازای بدهی که داره کار بکنه و باز در ازای کاری که میکرد حقوق دریافت نمیکرد، این کار رو میکرد تا اون قرضش اون بدهیش صاف بشه، اما باز دوباره نیاز به پول داشت و همین دلیل دوباره ناچار بود که قرض بکنه و این سیکل همچنان تکرار می شود و اشخاص بسیار زیادی به علت افتادن به دام این روابط ربوی در دوران جاهلیت اینها تبدیل به برده شده بودند، به بردگی غلام بودند، غلام. یعنی حتی
خرید و فروش می شدن. یعنی ارباب ها این افراد رو خرید و فروش می کردن بین خودشون. اصلا یه عده هویتشون رو در ارتباط با اربابشون می گفتن، می گفتن فلان کس غلام فلان کس، اینجوری نسب می بردن، یعنی به عنوان اینکه غلام فلان کسه. این وضعیت بود. این موقعیت باعث میشه که اصولا انسان نتونه استعدادهای خودش رو پرورش بده. و مقصود ما وقتی از پرورش استعدادها صحبت میکنیم، مقصود به فعلیت رسوندن پتانسیل متافیزیک من و شماست، اون توانایی هایی که در جنبه باقی وجود ما، یعنی من که به خودش من خطاب میکنه و موجود غیر جسمانی، غیر جسدانی، غیر فیزیکی و غیر عنصریه و با حیات فیزیکی حیاتش برابر نیست و وقتی ممات عارض میشه و حیات فیزیکی متوقف میشه، جنبه این متافیزیک من و شما، یعنی خود من و شما، به بقای خودش ادامه میده. این دارای یک ظرفیت های انرژی خارق العاده است، اما باید با ورزش و ممارست اینا به فعلیت برسه. اما انسانی که گرفتار چرخه استثمار و استضعاف میشه، به بردگی و بیگاری کشیده میشه، دیگه این استعدادهاش زنده به گور میشن. پس برای این شخص اصولا امکان این که وقتی این سوال در ذهنش طرح شد که من اینجا برای چی هستم، چرا آفریده شدم، طرح شد، هرگز نمیتونه بهش جواب بده، چون فرصتی نداره که جواب بده، چون از صبح تا شب باید بدوه کار بکنه تا بتونه یه لقمه نون بخوره که زنده بمونه و همیشه هم زیر بار قرض و بهره اون قرض. یا مثلا وقتی ما به سنگ نقش های دوران مصر باستان نگاه میکنیم، بینیم به محض اینکه یک بچه میومد مثلا در مصر میشد فرعون و فرمان فرمای مصر، از همون موقع شروع میکرد به درست کردن یه دونه هرمی، یه دونه معبدی که اونجا مثلا آرامگاهش باشه که 40 سال دیگه قراره که این از دنیا بره و ببرن اون تو بذارنه. و برای درست کردن اون معبد یا اون آرامگاه یا اون هرم، بزرگترین مهندسین میومدن و نقشه میکشیدن که این باید اندازه چقدر باشه، نمیدونم کف زمین سطحش چه اندازه باشه، این قاعده هرم، ارتفاع این هرم چقدر باشه، بعد چند قطعه سنگ چند تونی باید در این به کار رفته باشه، حالا این سنگار باید از کجا آورد، بعد چجوری رو هم چید رفت اون بالا بود و چی کار کرده این حرفا. بعد ما مشاهده میکنیم که یهو 26 هزار نفر آدم، 30 هزار نفر آدم، 40 هزار نفر آدم در طول 16 سال 24 سال 15 سال بستگی بزرگی اون هرم، اینها به طور مداوم شبانه روز کار کردن، یعنی به بیگاری کشیده شدن برای اینکه این سنگ ها رو از فلان کوه جدا کنن، بیارن بتراشن، بعد ببرن بذارن رو هم دیگه بچینن، این هرم رو درست کنن که اون بعد 40 سال که اینجا تموم شد ساختمونش و اون فرعون که دستور داده این ساخته باشه مرد، اونو بردارن و برن بذارن این کوه، و بعد دوباره همین داستان با فرعون بعدی تکرار بشه یه دوست. همین وقتی الان کهنشناسان میان و این مقابر مردم مصر در اون زمان رو از زیر خاک در بردن نگاه میکنن، اینه اینا غالبا سنشون از 35 تا 40 سال عبور نمیکرده و استخوان بندی بدنشون دچار اعوجاج و کجی بوده، به خاطر اینکه دائم باید این سنگهای بسیار عظیم چند ده تنی رو با نیروی بدنی، با تنابهایی که میبستند به این سنگها و یه تعدادی این رو میگرفتند و روی یک چوبهای
قلتک های قرار میدادن و اینو میکشیدن و اون سراشیبی ها حرکت میدادن، این باعث میشد که این ستون فقراتشون دچار انحراف و کجی بشه و قدشون از یه مقداری بیشتر نتونه رشد بکنه و بعدم بدنشون خیلی زود فرسوده میشد و در سن کم از دنیا میرفتن. خب این شخص کجا بیاد فکر کنه که آخه من برای چی آفریده شدم؟ چجوری بتونه پاسخ بده به این مسئله؟ اینها استعدادایی که زنده به گور میشه به خاطر وجود روابط ظالمانه، به خاطر اینکه یک نفر میاد به خودش رو تحمیل میکنه دیگر. وقتی ما از این دوران مصر باستان و غیره میریم عقبتر در تاریخ، در بخشهای کهن‌تر حیات انسان روی زمین وارد میشیم، اخیراً دانشمندان آلمانی یه دهکده بسیار کهنی رو پیدا کردند که حدود 7000 سال قدمت داره در اروپا، کشفش کردند. در اونجا اسکلت های آدمیزادای دیگر رو در همونجا پیدا کردن که توی گودالی ریخته شده، یعنی یه قسمت یه گورستانی که آدما رو اونجا دفن می‌کردن و یه قسمت هم یه گودالیه که اونجا هم استخونای آدما ریخته شده. معلوم شده که اینجا یه مردمانی زندگی می‌کردن، آدمای زندگی می‌کردن که وقتی از دنیا می‌رفتن تشریفاتی داشتن، فلان خاک میکردن، این مراسمی داشتن و اینا. اما برعکس میرفتن و به قبیله های دیگه حمله میکردن و اونها رو میگرفتن و میابردن و میخوردنشون، یعنی آدم خوار بودن. و این الان سندش موجوده، یعنی این استخونهایی رو که از توی این گودال اینجا در آوردن استخونهای آدمیزاده که روی این استخوانها اثر دندان هست، یعنی معلوم میشه که برای جدا کردن گوشت از استخون اینها میجویدن این گوشت رو و اثر دندونهای اونا روی استخون این آدمایی که گوشتشون خورده شده توسط اون مردم وجود داره. یعنی آدم خوار بودن، یعنی این یه قبیله بوده که آدم خوار بوده، یعنی مردم قبایل دیگر میگرفته میخورده، یعنی پیش خودشون این مردم جهان بینیشون اینجوری بود که اصلا ما تو این دنیا آفریده شدیم که دیگرانو بخوریم، برای این آفریده شدیم که دیگرانو بخوریم، میگرفتن میخوردن دیگران. حالا اگر رسم آدم خاری وجود نداره به اون صورتی که بگیرن گوشت آدم رو بخورن، به یه صورت دیگه آدم خاری وجود داره، یعنی حق آدم رو بخورن، اینم باز آدم خاریه، فرق نمی کنه. یعنی یه نفر بیاد به خودش اجازه بده که حق دیگران رو تصاحب کنه، خونه یکی رو بگیره اسمشو بذاره مصادره، خب این آدم خاریه، برای اینکه حق اون طرف رو تو داری میخوری، حالا به هر عنوانی که اسمش باشه، به هر بهانه‌ای که اسمش باشه، چون اون مردم آدم خوار 7000 سال پیشه که دیگران میخوردن یه بهانه‌ای داشتن، یعنی میگفتن به این دلیل ما اونا رو باید بخوریم، برای اینکه ما مثلا بهتر از اوناییم، اصلا ما درست شدیم که دیگران بخوریم. حالا الانم این کسانی که یه بهانه‌ای میارن، خونه یکیو میگیرن، زندگی یکیو میگیرن، یکیو بیخانمان میکنن، حقشو غصب میکنن، اموالشو میگیرن، اسم مصادره میذارن روش، اسم هر چی اسمشو میذارن، این به آدم خاری فرقی نداره که. حق کشی، خوردن حق دیگران، همون آدم خاریه. آدم خاری فقط این نیستش که ما بریم گوشت تن یکیو بگیریم بخوریم، حقش هم که بخوریم باز آدم خاریه. پس ما مشاهده میکنیم که رسم آدم خاری که در انسانهای اولیه وجود داشته، بلکه شاید در نئاندرتالیان‌ها و میمون‌های پیشرفته وجود داشته یا نداشته، اما در آدمیزاد وجود داشته، هنوز به بقای خودش ادامه داده. یعنی
ببر ببر رو نمیخوره، پلنگ پلنگ رو نمیخوره. یعنی به طور عادی نمیخوره، مگر اینکه یعنی جزء نحوه زندگیش نیست که بخوره، مگر اینکه در یه شرایط خیلی خاصی قرار بگیره، از گرسنگی، از ناتوانی، از فلان. اما اینی که در یک قبیله آدمیزاد فرهنگش این باشه که بره آدمای قبیله دیگر رو بخوره، این مسئله متاسفانه توی این آدمیزاد وجود داشته و هنوزم وجود داره به یه صورت دیگه. اساس استثمار و استعمار و استضعاف و همه این حرفا همون آدم خالیه. اینه که یه یارویی به اسم فرعون به خودش اجازه میده که فکر کنه که این پسر خورشید، پسر آفتاب، خدای روی زمینه، نماینده خدا روی زمینه، خود خدا اصلا در تمام کائنات. این حرفا و دیگران برای، یعنی دیگران رعیتن یا اصلا بندگانشن، و به این چشم اونا نگاه کنه و به خودش اجازه بده که اونها رو به استضعاف بکشه و سرکشی بکنه، این خاص آدمیزاده. ما در جامعه شامپانزه ها و میمون هایی که به طور دست جمعی زندگی میکنن، گوریل ها، اینا یه همچی چیزی رو مشاهده نمیکنی. این خاص این موجودی، موجود دوپایی که اسمش آدمیزاده. خب وقتی یه نفر، یه آدمی توی این چرخه باطل وارد میشه، توی مصر مثلا در دوران فرعون، فرض بکنین که یکی به دنیا میومده اون وسط، توی اونجا یه مصری به دنیا میومده و این باید وارد این ارتش بیگاران میشده و خدمت میکرده به فرعون. این از تمام انسان استعدادهایی که داشته عاری و توهی می شده، نمیتونست اونها رو به فعلیت برسونه. خب حال وقتی ما به روش زندگی موسی علیه السلام نگاه میکنیم، ببینیم که موسی در همون جامعه زندگی داره میکنه، ولی در طرف قدرت زندگی میکنه. یعنی این طرف مردمی هم که کمتر از رعیت هم بردن، حقشون داره خورده میشه، و اون طرف فرعون و دربارش رو هر کاری بخواد میتونه انجام بده. موسی اون طرفه، اما طرفدار مظلوم میشه، در دفاع از حق مظلوم قیام میکنه. میتونه اون طرف باشه و خون اینا رو بکنه تو شیشه، هر کاری میخواد باشون بکنه، کسی هم بهش نمیگه چرا. اما ما میبینیم که کمپ عوض میکنه، موضع عوض میکنه. چرا؟ برای خودش چه نفعی داره؟ وقتی این کارو میکنه چی عایدش میشه؟ موسایی که در دربار فرعونه، وقتی که این کار رو میکنه، موضع عوض میکنه، اولین نتیجه کارش آوارگی، دومی که دنبالش میفتن که بگیرن سر به نیستش کنه، یعنی جانش به خطر میفته، مالش رو از دست میده، آرامش رو از دست میده، همه چیزش رو از دست میده، پا میذاره تو کویر، شروع میکنه فرار کردن. ممکنه تو کویر در اثر بیراه رفتن از تشنگی تلف بشه، هزار بلای دیگه. اما اینها همش فدیه بهاییه که به خاطر جوانمردی میپردازه. برای خودش کاری که میکنه بهره ای نداره، هیچ بهره ای نداره جز سختی و آوارگی.
جز نفی بلد، جز تبعید، جز مهاجرت، جز فرار، جز زندگی مخفی. اما چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه این فرصت براش پیش میاد که من چرا هستم؟ چرا آفریده شدم؟ چرا ظلم وجود داره؟ چرا من این قدرتی رو که دارم برای تغییر مثبت جهان به کار نگیرمش؟ چرا اعتراض نکنم؟ چرا نگم این شیوه ناجوان مردانه است؟ چرا در صدد تغییر این شیوه ناجوان مردانه به شیوه جوان مردانه بر نیام؟ پس جوان مردی عبارت است از سیرت و روشی که روش همه انبیا بود، روش همه آزادگان بود. اینها قیام میکنن در برابر ظلم و در برابر ظالم، به ندای جوان مردی و فدیه میدن، بهاشو میدن و از هر چی دارن میگذرن به خاطر اون، به خاطر اون ارزش. چرا؟ به خاطر اینکه میگن بی دلیل نیست که من آفریده شدم. من موجودی نیستم مثل سایر موجودات یا کمتر از سایر موجودات. اولئک کالانعام بل هم اضل، مثل سایر چهارپایان یا حتی کمتر از اونا. اون چهارپایان دیگه هم دیگر رو نمیخورن. گوسفند گوسفند خاری نمیکنه، گاو گاو خاری نمیکنه، گاو علف میخوره. به این دلیل ما مشاهده میکنیم که یک دفعه یه تحولی در زندگی موسی پدید میاد و روش جوان مردان رو در پیش میگیره. تا ادامه این صحبت یک ترانه.
وقتی که ما میریم در باغ خودمون، در زمین خودمون و پیش خودمون فکر میکنیم که خوب این زمینی که اینجا ما داریم و یه زمین مماتیه، یک زمین بایریه، این رو چی کار کنیم که دایر بشه؟ برای اینکه اینجا مثلا پستکاری بکنیم، باغ پسته بکنیم اینجا رو، یا زیتون کاری بکنیم، برای این کار احتیاج به چی داریم؟ بررسی میکنیم تمام اینها رو که باید نشا بگیریم، نمیدونم خاک زمین رو عوض کنیم، اگر که شورزاره چجوری نمکش رو بگیریم، تمام این کارها رو بکنیم، خاک مناسب بیاریم بذاریم، کسب بندی کنیم، تمام این کارها، نهایتاً فکری که از اول باید بکنیم و نهایتاً باید اجرا بکنیم مسئله حل معضل آبیاری زمینه. نهایتاً صاحب زمین میره یه کارشناسی میاره، یه فردی رو میاره که معین کنه که مثلا اینجا مخزن آبهای زیرزمینی در این ناحیه چه اندازه است، و بعد اگر که آدم بخواد چاه بزنه این چاه مثلا چه عمقی باید داشته باشه، آیا چاه کم عمقه یا چاه عمیقه، و بعد چه میزان موتوری، موتورش چه میزان قدرتی باید داشته باشه تا بتونه آب از این چاه بکشه بیرون و اینجا رو بخواد آب بگیره. طبیعتاً کشت اون زمین به وسعت زمین بستگی نداره، به میزان آب بستگی داره. ما میخواییم اینجا یه دونه چاه عمیق بزنیم. هزینه زدن چاه، آوردن مهندس، تعیین مشخصات و مختصات، خریدن موتور، قرار دادن موتور در اونجا، تأمین نیروی الکتریسیته برای موتور، اگر اونجا برق کشی نشده باید موتورهایی رو که با روغن یا با گازوئیل یا با نفت یا با بنزین کار میکنن، بعدم اینا همه مخارجی داره. اما وقتی که سازمان‌های دولتی نهایتاً میخوان اجازه حفر چاه و محقق کردن این پروژه رو با آدم بدن، با آدم میگن که آقا این چاه چند سنگ آب از توش میاد بیرون، از این میزان 20%، 30% مال شماست، یعنی شما باهاش زمینای خودتون میتونید آبیاری کنید، 80%، 70%، 60% بستگی داره. از آبی که از اینجا از تو زمین تو با هزینه تو با مخارجی که تو کردی در میاد، یک قطرهش تو زمین تو نمیتونه استفاده بشه، بلکه باید بره زمینهای دیگران رو آبیاری بکنه، بره فلان ده و فلان شهر رو آبیاری بکنه، فلان مردمان باید ازش استفاده بکنن. این یه منبع طبیعیه که عموم شهرها و دهاتی که در این مسیر قرار دارن، زمینهایی که در این نواحی وجود داره باید استفاده بکنن برای آبیاری کردن کشت و زرع خودش، نه اینکه چون این چشمه در زمین تو بیرون میاد پس کل این آب متعلق به توه. آن بحث ثروت هم همین جوره، یعنی یه نفر میاد میگه آقا من کار میکنم، من نمیدونم نقشه میکشم، من سرمایه گذاری میکنم، من چی کار میکنم، این سودی که به عمل میاد این متعلق به من، هرچی این تو در میاد متعلق من. نه، خداوند در قرآن میگه این متعلق به تو نیسته، یه بخشش متعلق به تو، بقیهش متعلق به تو نیست، بلکه باید در جامعه زهکشی بشه
و توضیح بشه که عامل منفعه باشه. یعنی اگر تو بخوای همه این رو نگه داری، یعنی داری آدم خوری میکنی، چون داری حقوق دیگران رو میخوری، چون چیزی رو که مال دیگرانه تو داری تصاحب میکنی. ببینی؟ پس بحث برمیگرده به مسئله آدم خوری. یعنی اگر یک شخصی بیاد و به این قاعده عمل بکنه، یعنی بگه آقا یه موازینی وجود داره، دستوری وجود داره، حساب وجود داره، کتاب وجود داره، من بر اساس قانون و قاعده و دستور و موازین عمل میکنم، این کار میکنم، اون کار میکنم، به نتیجه میرسم، نتیجهش هم اینه که از این موهبتی که سر چشمش سر از زمین من در میاره، هم خودم بهره مند میشم، هم دیگران منتفع میشن. این روش بسیار. اما اشخاصی هستند که میگن نه، ما از این چیزی که اینجا به عمل در میاریم به کسی چیزی نمیدیم، بلکه حقوق دیگران رو حقوق خودمون تلقی میکنیم و میخوریم، و چون دیگران محروم از حقوق خودشون میشن، از حقوق خودشون میشن که ما اون رو به زور تملک کردیم، بعد خود اونها رو میاریم رعیت خودمون میکنیم، به کار میگیریم. این وضعیت رو اون مردم چون محرومند و دغدغه اول زندگیشون اینه که زنده بمونند، انقدر کار بکنن تا بتونن زنده بمونن، یه قوت لایموتی تأمین بکنن تا بتونن زنده بمونن، قدرت دفاع از خودشون رو ندارن. حال شخص دیگری پیدا میشه که نه فقط حقوق مردم رو نمیخوره، یعنی آدم خاری نمیکنه، بلکه میاد پنجه در پنجه آدم خاران هم میندازه، برای اینکه مانع آدم خاران از آدم خاری بشه، برای اینکه مانعشون بشه که بخوان حقوق مردم رو بخورن. این کار یعنی اگر آدم تو زمین خودش چاه بزنه و آب در بیاره و این رو با دیگران تقسیم بکنه، این یه عمل کرده صحیح و انسانی و قاعدمنده. اگر خلاف این کار بکنه، یه عمل کرده وحشیانه و مبتنی بر اصل آدمخواریه. اگر در برابر این بیسته و قیام کنه و باهاش مبارزه بکنه، این میشه اصل جوانمردی. یعنی اصل جوانمردی اینه که انسان بخواد جهان رو تغییر مثبت بده، یعنی اون کسانی رو که محروم از حقوق خودشونن و حقوقشون مورد تجاوز و مصادره به بهانه‌های مختلف قرار می‌گیره، توسط یه عده زورمدار، ثروتمند و قدرتمند، و امکان دفاع از حقوق خودشون رو ندارن، و یواش یواش اصلا مسئله براشون اینجوری جا میفته که تقدیر و سرنوشتشون اینه. اصلا تقدیر و سرنوشت اینجوریه که دنیا اینجوری باشه، یعنی به درجه غافلین سقوط کنن، یعنی یادشون بره که انسانن، از حقوق فطری و طبیعی ذاتی برخوردارن که ازشون سلب ناپذیره، و بپذیرن که این قوم ظالمی که دارن بهشون ظلم میکنن، حق ندارن ظلم بکنن. ظالم وقتی ظلم میکنه و ظلم عادتش میشه، اگر یه ذره کمتر ظلم نکنه، تازه احساس میکنه که داره یه منتی هم به مظلوم میذاره، و مظلوم اصلا
اگر یه موقعی بخواد اعتراضی بکنه نسبت به ظالم، در واقع در تضاد اخلاقی با خودش قرار میگیره، هم بهش ظلم شده هم روش نمیشه که اعتراض بکنه، چون اون ظلم جنبه فرهنگی هم پیدا میکنه. یعنی فرهنگ ظلم به نوعیه که در اون ظالم باور میکنه که باید ظالم باشه، باید ظلم بکنه و به مظلوم میباورونه که تو آدمی مطابق من نیستی، تو یه موجود درجه دومی، تو برابر من نیستی، من هر کاری باهات بکنم حق دارم، اگر نکنم منت سرت گذاشتم، اگر کردم تو حق اعتراض نداری. به همین دلیل اون شخصی که مظلوم واقع میشه، در عین اینکه داره بهش ظلم میشه، اما در عین حالم جرأت نمیکنه اعتراض بکنه، چون فکر میکنه داره اگر بخواد اعتراض کنه قانون رو داره میشکنه، قاعده رو داره نقض میکنه. اینجاست که اون اصل جوانمردی ایجاب میکنه که یک جوانمرد بیاد این بازی رو به هم بزنه، میگه آقا چه کشکی، چه بازی شما در بردی، این آدم با تو هیچ تفاوتی نداره، تو داری استعدادهای این رو ضایع میکنی، تو ظالمی، به همین دلیل تو محکومی، تو باید خلع ید ازت بشه و این باید حقوقش تأمین بشه، تو باید شرمنده اعمالت باشی. این آگاهی و هوشیاری رو که جوان مرد داره و بر اساس اون قیام میکنه و در برابر ظلم و در برابر ظالم میایسته و بر اساس اون کمر به تغییر شرایط میبنده و در وهله اول میخواد جان بدمه در این گروه تحقیر شده و از پا افتاده و محروم که فرهنگ ظلم بهشون غلبه کرده و فکر میکنن تقدیر اینجوری بوده و اصلا در آفرینششون متفاوتن به اون ارباب ها، اون جوان مرد از کاری که میکنه هیچ بهره‌ای نمیبره برای خودش، یعنی بر اساس دغدغه جوان مردی کارش رو انجام میده. ممکنه یه عده بیان همین این کارو بکنن، اما هدفشون این باشه که از نیروی مظلومان استفاده بخوان بکنن، برای اینکه رابطه قدرت رو به ضرر ارباب ها و به نفع خودشون به هم بزنن، یعنی اون ارباب ها رو بزنن کنار، خودشون ارباب بشن. یعنی هدفشون تصرف قدرت باشه با استفاده از نیروی مستضعفان و محرومان و مظلومان، و بعد از این که اومدن اون محرومان و مظلومان رو مستضعف و ناتوانتر و بیچاره تر بکنن. یعنی اینا ناجوان مردتر از اون اربابای قبلی هست، اما جوان مرد کسی که در کاری که میکنه هیچ هدف نفسانی رو دنبال نمیکنه، به دنبال چیزی برای خودش. به همین دلیل ما رو یاد خاطره همون پیرمرد میندازه که در ناحیه کبوترخان در ایران زندگی میکرد و مدت درازی 10-12 سال از عمرش رو صرف کرد برای اینکه هر روز صبح بعد از نماز صبح سحر بلند می‌شد می‌رفت به کوه و اونجا سرگرم کندن یه دونه قنات بود. یه قنات داشت می‌کند. یه مقدارش روی زمین بود و یه مقدارش زیر زمین. یه مقدارش به صورت نهر و جویبار بود، یه مقدارش هم زیر زمین به صورت قنات. 14 کیلومتر، 14,000 متر این مسیر درازاش بود. اینو کن
تنهایی. وقتی داشت این کار میکرد، شاید نمیدونم 20 سال از عمرش رو میگذاشت، اشخاصی که اطرافش بودن میگفتن مغنی این کاری که تو میکنی اتلاف وقت و عمرته، چه فایده داره؟ چه خاصیتی برای تو داره؟ کی بهت مزد میده؟ کی بهت حقوق میده؟ اما این برای مزد و حقوق این کار رو نمیکرد. این برای خلق خدا داشت این کار میکرد. برای نسلهای آینده میکرد. هیچ حظ نفسانی تو این کار نمیکرد. نهایتاً وقتی این رو به پایان رسوند و از دل کوه اون منبع آب رو جاری کرد در درون این مجرا و رسوندش به یک استخری، به یک دریاچه‌ای که اونجا پر از آب شد و به زودی گیاهان سبز در اطرافش در اومدن و مرغان مهاجر که هر سال مهاجرت میکنن از نقاط سرد سیر به نقاط گرم سیر میرن، وقتی سر راهشون اومدن از این ناحیه عبور بکنن دیدن اینجا آب هست، همونجا اومدن نشستن و اینجا یه اکوسیستم درست شد و بعدم آدمای دیگه اومدن اونجا، اونجا هم گردشگاه شد هم محلی شد که مردم بتونن از اون آب برای نیازهای خودشون استفاده بکنن و مسائلی از این قبیل. این شخص وقتی کارش رو به آخر رسون و همه اومدن و خواستن ازش تشکر کنن، اینا این سر به صحرا گذاشت رفت، گفتن آقا کجا میری؟ گفت دارم میرم بقیه ایام زندگیم رو حداقل یه قنات دیگه ای بکنم جای دیگه. این کار، یعنی این کاری که عام المنفعه است، خیرش به دیگران میرسه، جهان رو به طور مثبت تغییر میده، این نشانه جوانمردیه، این علامت جوانمردیه. یعنی در این کار این شخص در این آفرینشی که میکنه، در این هنری که به خرج میده، در این اثری که از او در طبیعت به جا میمونه، در این نحوهی که طبیعت رو از صورت مادی خودش به دیگرگون صورتی واقعیت بهش میبخشه، نفع نفسانی بر خودش نمیبره، دفع ضرر از خودش نمیکنه، جلب نفع برای خودش نمیکنه، بلکه به نوع میاندیشه، بلکه به کل طبیعت میاندیشه، اون رو دیگرگون. این نشانه جواب، این علامت جهان. پس ما مشاهده میکنیم که به طور کلی مردم، آدمیزاد، بنی آدم چند دستن؟ یه دسته کسانی هستند که فراموش میکنند که به این سوال پاسخ بدن که من چرا آفریده شدم؟ چرا اینجا هستم؟ چرا در این نقطه از مکان و در این برهه از زمان هستن؟ دنبال این رو نمیگیرن که برن و به این پاسخ برسن که مسئولیت من در دوران حیات چیه؟ مأموریت من در دوران هستی من در این عالم مادی چیه؟ اینها رو قرآن مجید میگه غافلین هستن. اینها کسانی هستند که در غفلت به سر میبرند از پاسخ به این سوال. اینها دو دستند، خودشون یا کسانی هستند که در اثر زیستن در شرایط استضعاف، استثمار، استهمار، استعمار نتونستند زمانی، موقعیتی، شرایطی پیدا کنن که اون پتانسیل متافیزیک خودشون رو فعال بکنن تا به تغییر مثبت جهان کمک بکنن. یعنی مانند کسانی که در زمان فرعون میزیستن و حقشون توسط فرعون خورده شده بود، طول عمر کوتاهی داشتن
و در اون مدتی هم که بودن مثل برده زندگی میکردن، اختیاری از خودشون نداشتن، یا مانند اون کسانی بودن در دوران جاهلیت که در اثر روابط ربوی به بردگی کشیده میشدن، اختیارشون رو از دست میدادن، تبدیل به شیء میشدن، از مقام آدمیت میافتادن، تبدیل به شیء میشدن، خرید و فروش میشدن. در نتیجه اینها وقتی این سوال به ذهنشون اومد دیگه نمیتونستن بهش جواب بدن، فرصت موقعیتشون نداشت. یه دسته دیگه کسانی هستن که اصلا وقتی این سوال در ذهنشون نقش میبنده بهش نمیپردازن، انگیزهشو ندارن که بهش بپردازن، بعدم به دست فراموشی میسپرنش و غرق روزمرگی زندگی عادی و جاری میشن مانند سایه. این دسته باز خودشون دو بخشن. یه دسته کسانی هن که سر خودشون رو میگیرن که نه آزارشون به کسی برسه نه آزار کسی به اونها برسه، مانند مثلا اون راهبان بودایی که برای اینکه در آرامش و بدون دغدغه بتونن زندگی کنن رفتن به کوه، رفتن رو بام دنیا روی کوههای هیمالیا، اونجا سوامع خودشون رو درست کردن، گفتن ما وقت خودمون رو میخوایم صرف خودشناسی و خداشناسی کنیم، کاری با جنگ و نزاع و زد و خورد و درگیری و این حرف هم نداریم. و یه عده دیگری هستن که میگن نه، تصور میکنن که اینها برای این اصلا آفریده شدن که دیگران رو به خدمت خودشون در بیارن، که اهرم‌های لازم رو برای زورگویی در دست بگیرن تا بتونن دیگران رو به خدمت خودشون در بیارن و خودشون رو تبدیل به ارباب دیگران بکنن، خودشون رو بکنن شریک خداوند، و به این ترتیب ظلم و جباریت رو در به نفع خودشون و به ضرر عموم مردم در جامعه مستقر و مستقر، و مردم و ابناء بشر رو از رشد استعداداتشون محروم کنن. یه دسته دیگری هم هستن که اونها جوان مردان هست، یعنی کسانی هست که این دغدغه ذهنشون رو میگیره که من چرا آفریده شدم، وظیفم در این دنیا چیه، و میفهمند که اینها قادرن، که هر کسی قادره، یعنی انرژی لازمی رو هر کسی داره برای اینکه بتونه در تغییر مثبت جهان مشارکت بکنه، و این رو وظیفه خودشون تلقی میکنن و به همین دلیل در این بستر حرکت میکنن که فرا بگیرن چطور این استعدادهای خودشون رو پرورش بدن و به کار بگیرن، مانند کسی که میره شناگری یاد میگیره برای اینی که اگر یک موقعی عالم رو طوفان گرفت این بتونه 4-5 نفر شخص رو از غرق شدن نجات بده. یعنی نه به کسی ظلم میکنه این شخص، نه به کسی اجحاف میکنه، نه سر خودش رو میگیره بره که از طوفان خودش رو نجات بده و بی تفاوت باشه، و موجودیه که در واقع به طور متعهد زندگی میکنه، متعهدانه زندگی میکنه، یعنی نه فقط ظلم نمیکنه به کسی، بلکه اگر دید که به کسی ظلم میشه به میره بهش اعانت میکنه، باهاش همدردی میکنه، اگر کسی ضعیفه از ضعفش به نفع خودش استفاده نمیکنه بلکه مددکارش میشه، کمککارش میشه، و در این کار برای خودش بهره‌ای نفع نفسانی رو در نظر نمیگیره، کمک به هم نوع. این شخص جوانمرده، و تمامی انبیا
که به نام انبیا در تاریخ نامشون برده شده، اینها روش جوان مردی سیرتشون بوده و به خاطر جوان مرد بودن هم آرامش زندگی خودشون رو فدیه دادن. هر چیزی رو که دادند داشتند بالاش فدیه دادن تا از اصل جوان مردی، تا گفتارهای دیگه شما یاران عزیز رو چه برد به نزد شاخان زمن گدا و پیامی که به کوی می فروشان 2000 جم به جامی شدم خراب و بدنام و هنوز امیدوارم که به همت عزیزان برسم به نیک نامی تو که کیمیا فروشی نظری به قلب ما کن که بضاعتی نداریم و فکنده ایم دام. عجب از وفای جانان که عنایتی نفرمود، نه به نامه پیامی نه به خامه سلام. اگر این شراب خام است، اگر آن حریف پخته، به 1000 بار بهتر ز 1000 پخته خام. ز رحم میفکن ای شیخ به دانه های تسبیح، که چون مرغ زیرک افتد نفتد به هیچ دام. سر خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروش، که چون بنده کمتر افتد به مبارکی غلام. به کجا برم شکایت، به که کویم این حکایت، که لبت حیات ما بود و نداشتی دوام. به گشای تیر مژگان و بریز خون حافظ، که چنان کشنده ای را نکند کس انتقام.